را در زمینه ساینس مطرح سازم. خانم وقت طفل را در بطن خود می پروراند، آن هم که در مدت پایین از 40 روز قرار داشته باشد، در اسلام مورد آمده است که این خانم نمیتواند طفل خود را زایی سازد، زیرا گفته شده است که حرام است. ولی دکتری که اصلا مسلمان نیست و میگوید که طفل خود را باید زایی سازد، زیرا مشکل برایش ایجاد میکند. و او میگوید که تا به حال 40 روز را در بطنش گذشتانده است و مشکلی نیست. آیا این مخالف اساس اسلام نیست؟ برادر ما سوال کردند که امروز ساینس اجازه می دهد که مادر طفل خود را زایی سازد، ولی اسلام این مورد را حرام می داند که اگر برای مادر خطر ایجاد کند در آن صورت چی باید کرد؟ قرآن در مورد زایی کردن در سوره انعام سوره 6 آیت 151 می گوید و به همین طور در سوره اسراء سوره 17 آیت 31 می فرماید اطفالتان را برای خواهشاتتان از بین نبرید، این خداوند است که این همه موارد را رهبری می کند. بنابراین زایی کردن طفل حرام است. که در عین حال قرآن در چهار جا میگوید، در سوره بقره آیت 173، در سوره مائده آیت 3، در سوره انعام آیت 145 و در سوره نحل آیت 115 میگوید با هر مشکلی در زندگی سر میخورید و هرگز راه حل را برای عبور از آن نمیبینید، یعنی اصلا ناامید هستید. در آن وقت خداوند مهربان است. در هنگام یأس و ناامیدی و سرگردانی این خداوند است که مهربان است. ولی برای این که برخلاف امر خداوند جل جلاله عمل کرده و نمی خواهید در زندگی طفل داشته باشید، بناهن زایی کردن آن طفل حرام است. ولی اگر در موارد مادر به مشکل مواجه می شود و اصلا راه حلی برای عبور از آن مشکل نمییابید و دکتران هم راه حل را جز زایی کردن طفل نمی دانند، بنان با او موافق باشید، زیرا خداوند مادر را به مراتب مهمتر از طفل ذکر کرده است. و اینجاست که با انجام این کار شما اصلا اشتباه را مرتکب نشده اید و حتی امر خیر را انجام داده اید، به خاطر که در اسلام شما اصلا نمی توانید جان کسی را بگیرید، یعنی او را از بین ببرید، یعنی مادر باید زنده بماند و طفل در آن موقع مهم نیست، زیرا او تا هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته است. ولی اگر در عدم موجودیت مشکل مادر طفل خود را زایی می کند، بنان مرتکب گناه شده است و این کار حرام است. السلام علیکم برادر زاکر. سوال من این است که وقت قرآن در موارد زیاد از ساینس صحبت می کند، پس مسلمانان خود چرا عقب مانده هستند؟ خواهر ما سوال کردند که اگر قرآن با مسلمانان هست و همه موارد مربوط به ساینس را اشاره می کند، بنان مسلمانان خود چرا عقب مانده هستند؟ خواهر گرامی، من در اینجا مطبوعات را خیلی مهم می‌پندارم. مطبوعات امروز در دست غرب است، یعنی اروپایی ها. آنها هستند که ستلایت را دارند، دستگاه های پرتاب را دارند. به طور مثال، CNN، BBC و غیره را آنها با خود دارند. ولی اگر توجه به کتب مکاتب و یا دانشگاه ها داشته باشیم، بنان در آنجا می‌یابیم که تحریر شده است. قرون 8 الی 12 از جمله قرون تحریک بودند. تحریک برای کی؟ تحریک برای اروپایی ها بود، نه برای دنیا. عرب ها و مسلمانان خیلی ترقی کردند، یعنی از قرن 8 الی 12 بسیار پیشرفت کرده بودند. اروپایی ها عقب مانده بودند که آن وقت را تحریک می پنداشتند، در حالی که پیشرفتی را که مسلمانان با لوازم هیچ از قرن 8 الی 12 داشتند اصلا برای اروپاییان قابل باور نبود، یعنی بنا را مسلمانان گذاشتند. و امروز ساینس بنابر همان بنا به پیش می رود که زمانی برای کافران موضوع قابل باور نبود. به طور مثال می خواهیم بگوییم که ابن نفیس بود که موارد مربوط به فشار خون را کشف کرد.
ولی وقتی در کتاب مکتب میخوانیم نوشته شده است که ویلیام هاوی، همگی میگویند ویلیام هاوی، هیچ کس در مورد ابن نفیس نمیداند. ابن نفیس در مورد خون 400 سال قبل گفته و آن را کشف کرده است. یعنی اروپاییان کتاب مسلمانان را برداشتند و اثر اسمای خود را ذکر کردند. مسلمانان زیادی هستند که در این قسمت دستن در کار بودند. به طور مثال علی دروسی در سنه 1154 اولین نقشه زمین را پیشکش کرد. جغرافیای جهان، ریاضیات، مسلمانان ریاضیات را کشف کردند. البیرونی شخص دیگری بود بزرگترین اکتشافات در عرصه اسلام را انجام داده است. حالا ما اگر هرچی در گذشته داشته ایم در مورد آن می دانیم، ولی مربوط به اسم کس دیگری آن هم که اصلا مسلمان نیست. الکندی فیلسوف ریاضیدان و بالاخره همکاره بود. وقتی که ساینستان بزرگ لاگالیلو، نیوتن و دیگران اضافه کردند که فیزیک اصل را اشاره می کند، ولی او بود که گفت فیزیک کناره ها را اشاره می دهد. ولی امروز ما می دانیم که تئوری فیزیک توسط البرت اینشتین قرارداد می شود، ولی این الکندی بود که این همه موارد را انجام داد و آن را توسعه داد. و اشاره می کنم به آن سه برادر، محمد، شاکر و حسن، کی در مورد آنها می داند؟ آنها بودند که شک بیضوی بودن زمین را ثابت کردند، در حالی که همگی شکل زمین را مربع می دانستند. کیمیا، مسلمانان کیمیا را کشف کردند. ابن عیان، جابن ابن عیان، وقتی در کتاب مکتب می خوانیم آنجا گبر را در این موقعیت مطالعه می کنیم، ولی این مورد مربوط به جابن ابن عیان است. او شخصی بود که الکل را ایجاد کرد. الکل از واژه عربی یعنی الگل گرفته شده است. محمد زکریای رازی مشهورترین شخص در طبابت بود. او یگانه طبیب عصر خود بود که مهمترین موارد در تداوی اشخاص را کشف کرد. او اولین شخصی بود که کتاب را در مورد مسائل طبی عرضه کرد که امروز آن را به نام Children's Disease میشناسیم. مسلمانان زیادی هستند. آیا سینا مسلمان نبود؟ علی مسلمان و سینا غیر مسلمان؟ جالب است. علی ابن عباس کارهای زیادی در قسمت طبابت کرد. علی ابن سینا، اشاره میکنند سینا، او کتاب را تحت عنوان قانون نوشت که یگانه نسخه طباب الا 7 قرن بود. ابن ظهور را کی میشناسد؟ او یگانه کسی بعد از الکساندر بود که پاسولوژی را کشف کرد. ازهاروی مشهورترین جراح عصر خود بود که تعداد زیادی از لوازم طبی در بخش جراحی را ایجاد کرد. ما همه می دانیم که حقیقت چیست، ولی مطبوعات در دست غرب است و مسلمانان عاجز باقی ماندند. ولی امروز من با شما هم عقیده هستم که مسلمانان امروز از دنیای ساینس و ترقی عقب ماندند و اروپایی ها ترقی کردند. می دانید چرا؟ به خاطر که مسلمانان جدا از قرآن به پیش می روند، از مذهب دور می روند و اروپایی ها هم ترقی کردند به خاطر که از مذهب دور شدند. یعنی مسلمانان عقب مانده هستند به خاطر که از مذهب دور شدند. مسلمانان تا این که قرآن را بدانند و آن را دقیقاً مطالعه کنند، چرا آن را نبوسند و در تاقچه نگذارند؟ ولی غافل هستند که قرآن برای گذاشتن در تاقچه ها نیست، بلکه برای این است که از روی آن زندگی کنیم. و اگر مسلمانان باز هم قرآن را به عنوان درستش و کار برده، یعنی مطالعه کنند و خود را مطابق به آن عیار سازند، انشاءالله بار دیگر در صدر جهان قرار خواهیم داشت.